بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. در درس پنجم بخش دوم درس ما اهمیت سبب نزول، قبلا تعریف سبب نزول و همچنان موضوعاتی که مربوط به سبب نزول بود او را کمی بیان کردیم. حالا در رابطه به اهمیت سبب نزول، که سبب نزول یا شناخت سبب نزول چی اهمیتی داره، وقتی که انسان، وقتی که یک عالم و دانشمند از سبب نزول یک آیت خبر شوه و او با او را دریافت بکنه و از او آگاه شوه، در معرفت حکم و در معرفت معنا و تفسیر آیتی که این آیت در رابطه به می سبب نزول نازل شده، او را آسانتر می سازه و فهم او دقیقتر می شه. و واحدی در او هم در رابطه به اهمیت سبب نزول گفت: لا يمكن معرفة تفسير آية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ممکن نیست تفسیر آیت، که ما یک آیت را درست تفسیر بکنیم، تا که ما واقف نباشیم، ما آگاه نباشیم از قصه او و بیان نزولی او، که در رابطه به چی نازل شده و در رابطه به چی ای آیت یا ای احکام نازل شده. پس معرفت سبب نزول و اهمیت سبب نزول در ای است که در شناخت احکام که آیات در رابطه به او احکام نازل شده ای را آسان می سازه و برای ما فهم آیات و فهم احکام از آیات آسان تر می سازه. ابن دقیق العید گفته: دانستن موجبات نزول برای فهم معانی قرآن راه محکم و استوار است. وقتی که ما موجب نزول یا سبب نزول را بشناسیم که چرا این آیت نازل شده، معنای آیت را و فهم معانی قرآن کریم را برای ما قویتر و آسانتر می سازد. شیخ الاسلام ابن تیمیه هم گفته که شناخت سبب نزول برای فهم آیت کمک می کنه، زیرا که علم به سبب موجب علم به مسبب می شه. وقتی که سبب یک آیت را یا سبب نزول یک آیت را ما بشناسیم، ما مسبب اما حکمی که در آیت هست او را به شکل دقیق تر می دانیم. و بعضی نمونه هایی که آیات به خاطر امو سبب یا امو واقعا نازل شده ما بیان میکنم. نمونه های اسباب نزول: آیاتی که در جواب یک حادثه نازل شده، مثلا آیه 221 سوره بقره در رابطه به ابی مرصد غنوی رضی الله عنه نازل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به مکه مکرمه فرستاده بود به حیث نماینده خود، تا که در اونجا بگرده و مشکلات مسلمانایی که در اونجا هست، ضعیف است و هجرت کرده نمیتونه، احوال اونها را بگیرن و مشکلات اگر داشته باشن او را برشان تا حد حل بکنه. با یک زن مشرک بر میخوره که صاحب مال و جمال است و او زن خود به ابی مرصد غنوی پیشنهاد میکنه و عرضه میکنه که ما با شما ازدواج میکنم و اراده ازدواج دارم. ابی مرصد برش میگه که من تقاضای شما را میپذیرم، اما به شرطی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسان میکنم و میرم. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم برای من اجازه داد، من این کار را میکنم، و اگر اجازه نداد، باز من این کار را کرده نمیتونم. وقتی که ابی مرصد غنوی به مدینه منوره آمد و از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسان کرد و در موضوع را برش بیان کرد، ای آیت نازل شد که: ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات، شما بنکام نگیرین مشرکات را تا وقتی که مؤمن نشده باشه. یک کنیز مؤمن او خیر و با برکت است از زن مشرک کده. اگر که زن مشرک شما را به تعجب بندازه، مال او، دارایی او، حسن او، و شما او را خوش داشته باشین. ولا تنکحوا المشرکین، و شما به نکاح نتین
دختران خود را و خواهران خود را به زنها به مردهای مشرک، حتی یؤمنو تا وقتی که اونها مؤمن نشده باشند، ایمان نآورده باشند، یک غلام مؤمن بهتر است از مشرک کرده، اگر که اونها را شما خوش هم داشته باشین. اینها مشرکین که هستند، اولئک یدعون الی النار، اینها به طرف دوزخ شما را دعوت میکنه، والله یدعو الی الجنه والمغفره، خداوند شما را به جنت و مغفرت دعوت میکنه به اذن و اراده خود، و بیان میکنه برای شما آیات های خود را، و یا بیان میکنه آیات خود را برای مردم، لعلهم یتذکرون، به خاطر که اونها پند بگیرن. این آیات در رابطه با واقعه مرصد غنوی، ابی مرصد غنوی نازل شد. پس ما میگیم که سبب نزول این آیات امو حادثه و واقعه که به ابی مرصد غنوی رخ داده بود امو حادثه میشه. یا آیات یک و دوی سوره مجادله در حادثه زهار خوله بنت ثعلبه نازل شده. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان میکنه، روایت میکنه که با برکت باشه ذاتی که او همه چیز را میشنه و همه چیز را میفهمه و همه چیز را در بر میگیره. ما بعضی سخنهای خوله بنت ثعلبه را شنیدم و بعضی دیگه‌اش را نشنیدم، یعنی با پیامبر خدا که گپ میزد من در دیگه جای خانه اتاق بودم. خب او شکایت میکرد از شوهر خود و میگفت که ای پیامبر خدا، شوهر ما جوانی مرا کهنه ساخت، یعنی من جوان بودم با او ازدواج کردم ولی موی سفید شدم، و شکم ما برای او طفل آورد، اطفال را برای او تولد کردم، و حالی که عمر ما پیش رفته و کلان شدم، او فرزند مرا از ما جدا کرده یا فرزندان ما از ما جدا شده، این نفر با ما زهار کرده. زهار قبلا گفتم که یک کسی زن خود را با یکی از محرمات تشبیه بکنه که تو انت که ظاهر امی، تو مانند پشت مادری مستی، تو مانند مادری مستی، تو مانند مانند خواهری مستی. البته هدف زهار باشن، نه محبت و نه احترام، باز او زهار واقع میشه. باز در اینجا این گپه که گفت، باز گفت که یا الله، شکوه و شکایتم را به سوی تو میکنم، برای تو شکایت میکنم یا الله. چند قدم ای زن نرفته بود که این آیت نازل شد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خداوند شنید گپا و سخنان زنی که با تو مجادله میکرد در رابطه با هم شوهر خود، و تشتکی الى الله و شکایت میکرد به الله تعالی، والله يسمع تحاوركما، خداوند محاوره هر دوی شما را میشنوه، ان الله سمیع بصیر، خداوند شنوا و بینا هست. کسانی که الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، کسانی که ظهار میکنه با زنهای خود، با همسران خود، اونها مادرانشان نیستند که اینها با مادران خود اونها را تشبیه میکنه. امهات و مادرانشان کسانی هستند که اونها را تولد کردن. و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، اینها سخن نزشت و منکر و بد و دروغ را میگن. و ان الله لغفور لعفو غفور، خداوند بازم بخشاینده و مهربان است. ای آیت نازل شد و بعد از او احکام زهار نازل شد که چی باید کرد و کفارهش چی هست. پس ما گفتم میتونیم که آیه زهار در رابطه به حادثه خوله بنت ثعلبه نازل شده. پس سبب نزول آیه زهار واقعی یا زهار کردن شوهر خوله بنت ثعلبه با خوله بود، این را سبب نزول گفتم میتونیم. و یا مثلا کسی سوال میکنه در رابطه به یک حکم یا در رابطه به یک چیزی می باشه که حکم او را می خواهد که برش واضح شود، حکم شراب، حکم قمار، حکم مثلا چیزهای دیگه، ما می تانیم که این سوال را هم چی کنیم، این سوال را هم سبب نزول بدانیم. ما قبلا سبب نزول را به دو بخش تقسیم کرده بودیم، یک حادثه و واقع و دوم سوال. پس بعضی وقت سوال در رابطه به حکم یک چیز میشه، او را هم ما سبب نزول گفته میتونیم که مثالش ای است که یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس،
در رابطه به شراب و قمار از شما پرسان میشه یا رسول الله، قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس، در این هر دو گناه بزرگ است و منافع هم است برای مردم، که بعضی مردم از او طریق پول به دست میاره یا خمر کمی بعضی به بعضی انسان ها امو اطمینان و آرامش ذهنی میته، و اثمهما اکبر من نفعهما، اما گناه هر دو از فایده ایشان بسیار بزرگ است. و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، و از در رابطه به مال از شما سوال میکنه که کدام مال ها را ما صدقه بکنیم، صدقه نفلی، قل العفو، و مال هایی که از شما اضافه باشه. کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، خداوند آیات خود را برای شما بیان میکنه که شما فکر بکنین و صاحب فکر شوید. پس ایره ما هم سوال یک نفر و سوال در رابطه با یک موضوع ایره هم سبب نزول گفته میتانیم. موضوع دیگه حفظ و نگهداشت قرآن کریم است. حفظ و نگهداشت قرآن کریم، چگونه قرآن کریم حفظ شده؟ قرآن کریم به خاطر حفظ شده که او از ضایع شدن محفوظ باشه و کسی او را تحریف نکنه، مانند که کتابای گذشته تحریف شده. و این حفظ قرآن کریم به اشکال مختلف صورت گرفت. اول حفظ در سینه ها بود. حفظ در سینه، اول در سینه پیامبر صلی الله علیه و سلم حفظ شد. یعنی ما گفته میتونیم اولین حافظ قرآن کریم پیامبر صلی الله علیه و سلم است که کل قرآن کریم را حفظ کرده بود. یعنی یک سوال ذهنی هم شده میتونه که ما بگویم اولین حافظ قرآن کریم کی هست؟ اولین حافظ قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و وقتی که آیات نازل می شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر که قرآن را حفظ بکنه زبان خود را شور می داد و امو آیاتی که جبرئیل علیه السلام برش می گفت او را تلاوت می کرد تا که فراموش نکنه. مثلا قل هو الله احد نازل می شد، وقتی که جبرئیل علیه السلام می گفت که قل هو الله احد، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم می گفت که قل هو الله احد. باز حفظ قرآن کریم در سینه پیامبر صلی الله علیه و سلم را خداوند به دوش گرفت و پیامبر خدا گفت که خدا به تکلیف نکن، ما قرآن کریم را در سینه تو حفظ میکنیم. لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. لا تحرک به لسانک، زبان خود را شور نتی، لتعجل به، که تو عجله بکنی به حفظ قرآن، ان علینا جمعه و قرآنه، بالای ما لازم است تفضلا از لحاظ فضل و مهربانی جمعه و جمع کردن قرآن کریم در سینه تو و قرآنه و تلاوت او بالای تو. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی که ما قرآن را تلاوت میکنیم بالای شما توسط جبریل، فتبع قرآنه، تو امور گوش بگی و امور متابعت کن. ثم ان علینا بیانه، باز ما این را بیان میکنیم. پس یکی از شیوه های حفظ قرآن کریم حفظ در سینه بود که اولین حافظ قرآن کریم پیامبر خدا بود و در سینه خود حفظ کرد. و همچنان صحابه کرام هم قرآن کریم را در سینه های خود حفظ کردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد کوشش میکرد که صحابه کرام را تشویق بکنند که اونها قرآن کریم را حفظ بکنند. برای اونها کسانی که مثلا حافظ قرآن بودند بر اونها ترجیح میدادند، بیرق جنگ و جهاد را در غزوات برشان میداد تا اونها تشویق شوند که قرآن کریم را دیگرا هم حفظ بکنن. کسی که قرآن کریم را حفظ داشت اونها را میگفت که شما امامت را پیش شوین و امامت بتین، و در خصوصا در جنگ ها و سریه ها بر اونها پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت که شما امام اونها باشین و امامت نماز بتین برشان. همچنان کسی که قرآن کریم را حفظ داشت و اونها نکاح میکرد، پول و مال نداشت، قرآن کریم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قرآن کریم را به حیث مهر برای او زن تعیین میکرد که قرآن کریم را برای شما یاد میته و حفظ میکنه، شما او را به حیث مهر قبول بکنین. این همه تشویقات به خاطر این بود که صحابه کرام قرآن کریم را حفظ بکنه. پس قرآن کریم از توسط صحابه کرام هم حفظ میشد. بعضی کسانی که نو مسلمان میشدن پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اونها همی صحابه کرام را هم تعیین میکردن و بر اونها میگفتن که شما قرآن کریم را بر اونها حفظ بکنین. و کسانی که دور بودن، در جایهای دور بودن و به پیامبر خدا
آمدن نمیتونستن دسترسی نداشتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم حافظان قرآن کریم را به حیث معلمین در اونجا روان میکردن که اونها هم قرآن کریم را حفظ بکنن. پس پیامبر خدا خودش حفظ کرد و صحابه کرام را هم تشویق میکرد و شیوه های مختلفی به خاطر تعلیم قرآن کریم و حفظ قرآن کریم داشت که تا قرآن کریم در سینه های صحابه کرام حفظ شود. روش سوم، یک روش خویی بود که خود پیامبر خدا حفظ کرد، روش دومی بود که صحابه کرام حفظ کرد، و روش سوم این بود که حفظ قرآن کریم به شکل جمع و کتابت. این هم به سه مرحله یا به سه شکل ما گفته میتونیم. یک، حفظ قرآن کریم در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی کتابت قرآن کریم در وقت زندگی و حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که در چیزهای مختلف، در تخته ها، در سنگ ها، در پوست بعضی حیوانات، در برگ های خرما و در چیزهای مختلف صحابه کرام او را نوشته کردند. و پیامبر خدا کاتبان وحی داشتند که تعدادشان تقریبا 44 نفر بود و اونها امی قرآن کریم را وقتی که نازل می شد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برشان می گفت که شما این قرآن کریم را، این آیت را در سوره فلانی نوشته کنین، قبل از آیت فلانی و بعد از آیت فلانی جایش هم برش نشان میداد. پس هم از سوره های قرآن کریم به ترتیب جمع شدن و نوشته شدن. بار دیگه که قرآن کریم به شکل یک مصحف جمع شد در وقت خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که رسول صلی الله علیه و سلم زنده نبود، و علت جمع آوری در وقت خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در چپتر شما نیست، البته به خاطر توضیح هست که به خاطر این بود که حافظان قرآن کریم در جنگ های مختلف، در جنگ یمامه و قبل از او در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، در جنگ های مختلف صحابه کرام و حافظان قرآن کریم شهید شدند. حضرت عمر رضی الله عنه برای ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که اگر همی شهادت حافظای قرآن کریم همی تو دوام پیدا بکنه، تسلسل پیدا بکنه، شاید ما حافظان قرآن کریم را از دست بتیم و به زایع شدن حافظان قرآن کریم شاید قرآن کریم هم زایع شود. پس ما او را باید در یک مصحف و در یک کتاب جمع بکنیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برش گفت که چرا ما کاری را بکنیم که پیامبر خدا انجام نداده. بالاخره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که با پافشاری و تاکید عمر رضی الله عنه بالاخره سینه ما به این کار باز شد و این کار خیر برای ما معلوم شد. و باز زید بن ثابت خواست که او کار را بکنه، او هم اول قبول نمی کرد، باز بالاخره او هم قانع شد و این کار را قبول کرد. و بعد از او بار دیگه که پس در یک مصحف و یک کتاب قرآن کریم جمع شد، و که به چی گونه جمع شد، چی شرایط و شروط داشت و چی ویژگی های قرآن کریم داشت، او انشاءالله شما در علوم القرآن میتونین مطالعه بکنین. و در زمان خلافت عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه هم باز این قرآن کریم جمع شده. البته در وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرآن کریم در به هفت لهجه جمع شده بود، به لهجه های مختلف جمع شده بود، اما در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه در بین صحابه کرام یا در بین شاگردان صحابه کرام اختلافات به وجود آمد. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه می فرماید که من به جنگ قفقاز و ارمنیا در اونجا رفته بودم، از اونجا که بر می گردم به عراق که رسیدم، اینجا دیدم که مردم اختلاف میکرد. بعضی مردم که صحابه کرامی که به شاگردان خود قرآن کریم را به یک لهجه تلاوت میکرد و تعلیم میداد، اونها وقتی که از مساجد بیرون میشدن با دیگه شاگردان که از یک صحابی دیگه می بود با لهجه دیگه قرآن کریم را یاد گرفته بود، اونها مخالفت میکرد، حتی یک دیگر را تفسیق میکرد که شما فاسق هستین و غلط میگین و چی میکنین. اختلافات پیدا شده بود. همچنان در مدینه منوره هم اختلافات ظهور کرده بود و ظاهر شده بود در شاگردان صحابه کرام. حضرت حذیفه ابن الیمان میگه که ما به حضرت عثمان رضی الله عنه گفتم وقتی که به مدینه رسیدم که ادرک الامت قبل ان یختلفوا، شما امت را درک بکنین که پیش از اینکه اونها به هم اختلاف بکنن، مثل که بنی اسرائیل اختلاف کردن. باز حضرت عثمان رضی الله عنه زید بن ثابت خواست و اون مصحف امام یا مصحفی که امرای حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنه بود او را خواست
و بالاخره گفت که شما قرآن کریم را به لهجه قریش جمع بکنید و به یک لهجه جمع کرد و چندین قرآن کریم را یا مصحف ساختند برای مکه، برای مدینه منوره، برای شام، برای طائف، و اون را روان کرد و برای مردم امر کرد که مصاحف دیگه که شخصی کسی داره یا به لهجه های مختلف دیگه که قرآن کریم وجود داره او را باید شما بسوزانین و تنها از امی قرآن کریم استفاده بکنین. و حضرت علی رضی الله عنه در این رابطه می فرماید کار بزرگی را که حضرت عثمان رضی الله عنه انجام داد، شما غیر از ثنا و غیر از خوب گفتن و بهتر گفتن و صفت حضرت عثمان رضی الله عنه چیزی دیگه برای او نگوین. اگر من هم می بودم من امی کارا می کردم. پس این به این شکل قرآن کریم جمع‌آوری شد در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنان در عصر صحابه کرام و خلفای راشدین، و قرآن کریم از هر گونه تغییر و از هر گونه تبدیل و تغییر محفوظ ماند. به شکل خلاصه که هم وقتم کم است از این بخش ما، اساسات تشریع اسلامی در قرآن کریم. در قرآن کریم وقتی که قانونگذاری میشه، وقتی که قوانین وضع میشد از طرف الله تعالی، احکام نازل میشد، چی اساسات و چی ویژگی های داشت و چی اصول داشت؟ خلاصه باید بگویم که قوانین یا اصول یا احکامی که از طرف خداوند نازل می شد، اولین ویژگی و اولین اساس داری بود که تدرج در تشریع و قانون گذاری بود، یعنی به تدریج نازل می شد. یک بار کل قرآن کریم نازل نشد، بلکه به تدریج خداوند جل جلاله قرآن کریم را نازل کرد که در مدت 22 سال و چند ماه و چند روز نازل شد که قبلا ما گفتیم. و به می خاطر کفار اعتراض میکرد که چرا قرآن کریم یک بار نازل نشد، و قال الذين كفروا لولا نزل القرآن جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. و قال الذين كفروا، کسانی که کافر بودند اونها گفتند چرا قرآن کریم یک بار نازل نشد. خداوند علتش بیان میکنه، کذالک لنثبت به فؤادک، به خاطر که قلب تو با او ما مطمئن بسازیم، ما او را قوی بسازیم. یعنی اگر یک بار نازل میشد و رابطه خداوند با پیامبر خدا قطع میشد، پیامبر خدا که با مشکلات روبرو میشد، با اذیت و آزار مشرکین، با سوالهای اونها روبرو میشد، باز قلبش نارام میشد. وقتی قلب پیامبر خدا نارام میشد، یک آیت نازل میشد، باز پیامبر خدا آرام میشد و قلب او مطمئن میشد. پس یکی از علت تدرج همین خداوند جل جلاله در اینجا بیان کرده که به خاطر اطمینان قلبی پیامبر صلی الله علیه و سلم، ورتلناه ترتیلا، و ما به او را بالای شما تلاوت کردیم، به خاطر که ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. دیگه ای که اونها برای شما یک چیز میگن، سوال میکنه، یک شبهه وارد میکنه، ما تفسیر او را برای شما نازل میکنیم. یعنی یک واقعه رخ میده و یک حادثه رخ میده، پس یک سبب تشریع و علت تدرج در تشریعی بود که سوالهای مردم، سوالهای مشرکین او را حل بسازه، یا واقعاتی که رخ میده او واقعات را حل بسازه، و مشکلاتی که به پیامبر خدا رخ میده او مشکلات حل بسازه. پس یکی از اساساتش تدرج در تشریع بود که تفصیلی هم در علوم القرآن به شکل خوب بیان شده. دوم، تقلیل در تقنین، یعنی در قانونگذاری و احکام تقلیل بود، یعنی احکام زیاد از طرف الله جل جلاله نازل نمی شد، و به خاطر ای که اصل در اشیاء اباحت است، یعنی همه چیزها مباح است، و خداوند جل جلاله نمی خواست که زیاد احکام بالای مردم چی شود، تعمیل شود و اونها باز نتانه. پس کوشش میشد از طرف الله تعالی و از طرف رسول صلی الله علیه و سلم که قوانین و احکام در قرآن کریم کم باشن، و حتی تشویق میشدن صحابه کرام از طرف خداوند و از طرف رسول صلی الله علیه و سلم که اونها زیاد سوال نکنه و زیاد پرسان نکنه که به اونها احکام زیاد نازل نشود. پس کدام چیز واقعی که رخ میداد برای او حکم نازل میشد، اما احکام بود، اما چیزهایی که در او رابطه حکم نازل نمیشد، این به این معنا بود که چیزها مباح است، و اکثریت چیزها در شریعت ما مباح است. ان الله حرم علیکم اشیاء فاجتنبوها، بعضی چیزها را بالای شما حرام کرده،
خداوند او را اجتناب بکنه. و فرض علیکم اشیاء فاتو منها ما استطعتم، حدیث پیامبر خداست که در چپتر نیست خو همین مسئله را واضح میکنه و بعضی چیزها را بالای شما فرض کرده، فاتو منها ما استطعتم، چقدر که توان دارین او را عملی بکنه. و سکت عن اشیاء رحمتا بكم من غیر نسیان فلا تسالوا عنها، از زیاد چیزها سکوت کرده بدون اینکه فراموش بکنه و شما از او سوال نکنین، شما از او پرسان نکنین. و باز او صحابی در یک روایت دیگه باز میگه که و ما کان ربک نسیا، خداوند و رب تو فراموش کننده نیست. این آیت را خداوند نازل کرده به خاطر فراموشی بعضی چیزها را که سکوت کرده و یا اکثریت چیزها را که سکوت کرده، به خاطر فراموشی نیست، به خاطر رحمت است. پس علت تقلیل در تقنین یا کم بودن قوانین و احکام در قرآن کریم این بود که بالای مردم آسانی باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم عفا الله عنها والله غفور رحیم. ای مسلمان ها، که شما ایمان آوردین، از اون چیزهایی که برای شما گفته نشده او را سوال نکنین. اگر برای شما گفته شود شما را خفه میسازه، یعنی احکام بالای شما زیاد میشه. و این تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، وقتی که اگر شما سوال بکنین که قرآن نازل میشه برای شما، او واضح میشه و بیان میشه. عفا الله عنها، خداوند برای او از اون چیزها برای شما عفو کرده، او معفو است و شما از او سوال نکنید. والله غفور حلیم، خداوند بخشاینده و حلیم است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفته ان اعظم المسلمین جرما، بزرگترین جرم او کسانی میکنه، او مسلمانای میکنه که من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسالته، که یک نفر سوال بکنه و یک چیز حرام نباشه، باز به سبب سوال او شخص او حرام شود. این کار را نکنین. و یک نفر به پیامبر خدا آمد که هر سال حج فرض است. پیامبر خدا حج را بیان کرد، باز گفت که فی کل عام یا رسول الله، هر سال حج بکنیم. پیامبر خدا برش گفت که لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، اگر من میگفتم که بله باز برای شما فرض میشد، اما شما باز نمیتونستین. پس گفت که کدام چیزها را که ما شما را در او ترک کردیم و به شما بیان نکردیم، شما را مرا ترک بکنین، یعنی از او سوال نکنین. پس یکی از اساسات تشریع در وقت پیامبر خدا این بود که قوانین کم باشه. و سومین چیزی که از اساسات تشریع بود، عدم حرج بود، یعنی مسائل و احکامی نازل میشد که در او سختی و دشواری نباشه و در او سهولت و آسانی برای مردم باشه. این آیت به او دلالت میکنه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و يحل عليه لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آیات است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي، و کسانی که پیروی میکنه از پیامبر امی، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، و پیامبری که نزد اونها همراه اهل کتاب در تورات و انجیل ذکر شده، یأمرهم بالمعروف، اونها را به معروف امر میکنه و از بدی ها منع میکنه و حلال میکنه برای اونها طیبات و چیزهای پاکیزه و چیزهای بد و خبائث را برای اونها حرام میکنه و یدع عنهم اسرهم، و از اونها دور میکنه امو بار و امو فشارشان که بالایشان هست، یعنی احکام زیاد نازل نمیکنه. و الاغلال التي كانت عليهم، امو حلقه های سختی که در تورات و انجیل یا در ادیان دیگه بود، او را از اونها دور میسازه. فالذین آمنوا، کسانی که به او ایمان آورده، بهی به پیامبر خدا و عزروه و به او را قوی ساخته و نصروه و کمکش کرده، و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، نور را پیروی کرده که به پیامبر خدا آمده، اینها کامیاب هستند. چهارم اساس در تشریع اسلامی هماهنگی با مصالح مردم بود، یعنی چیزهای نازل میشد که با مصالح مردم، با ضرورت های مردم چی بود، همخوانی داشت، هماهنگی داشت.
وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، سه قسم رواج ها بود در مکه مکرمه یا در قریش. یک بود که با مصالح مردم همخوانی داشت، یعنی با عمو مقاصد شریعت که پنج مقصد شریعت ما گفتیم با او در تضاد نبود، دین اسلام او را تایید کرده. بعضی عادات بود که در اون مصلحت دنیا بود و نه مصلحت آخرت بود و مصلحت انسانی در اون موجود نبود، با مقاصد شریعت در تضاد بود، او را حرام قرار داد. و بعضی مسائلی تو بود که نه با مقاصد شریعت در تضاد بود و نه با او همخوانی داشت، او را به علتهایش واگذار کرد که اینجا بیان نشد، البته به شکل دیگه بیان شده. او را به علتها، اگر به علت خوب و به نیت خوب انجام میشد و با کار خوب استفاده میشد، باز او حلال بود، و اگر با کار خوب استفاده نمیشد، باز حلال نبود. البته در اینجا که گفته شده، بعضی احکام به شکلی بود که یک بار نازل میشد، در او مصلحت دائمی نبود و مصلحت موقت بود، او مشروع میشد، و باز یک آیات دیگه نازل میشد، او را منسوخ میکرد، مانند نماز خواندن به طرف بیت المقدس که ای یک بار 16 ماه صحابه کرام به بیت المقدس نماز خواند، و باز او یک مصلحت بود که اهل کتاب یا یهود به طرف اسلام بیاین و تشویق شوند، اما بعد از او این مصلحت از بین رفت، باز به طرف بیت الله دوباره قبله تحویل شد. ای بعضی مصالحی بود که موقت بود، آیت نازل می شد، یک حکم نازل می شد و بعد از او منسوخ می شد. پس هماهنگی با مصالح مردم، یعنی چیزهایی که به نفع مردم و به مصلحت مردم بود، آیات در او رابطه نازل می شد. ای اساسات تشریع اسلامی بود که به شکل خلاصه در اینجا بیان شد. به میقدر ما کفایت می کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.